تو این بخش یاد میگیرید که چجوری کاراکتر اختصاصی خودتون رو به بازی اضافه کنید با یک روشی بسیار دقیق، ساده و راحت. با این روش شما به راحتی میتونید تقریبا هر نوع مدلی که میبینید در دنیای اینترنت و قابل دانلود هست رو ری کنید و به بازیتون اضافه بکنید. سایتی هست به اسم sketchfab.com که توی اون اگر حالا من به عنوان مثال سرچ کردم هالک و اگر گزینه دانلود ایبلش رو فعال کرده باشم یه سری مدل ها رو به من پیشنهاد میده که این آیکون دانلود یعنی قابلیت دانلود رایگان رو داره که به عنوان مثال حالا اینجا کاراکترهای خیلی زیادی هست و من یکی از این کاراکترها رو انتخاب میکنم، به عنوان مثال این کاراکتر. این کاراکتر هالک هست و شما گزینه دانلود مدل رو میتونید بزنید و دانلود کنید. نکتهش این هست که حتما باید تو این سایت ثبت نام کرده باشید. با یک جیمیل به راحتی میتونید ثبت نام بکنید. گزینه دانلود رو میزنید و پسفندی که به درد ما میخوره در حال حاضر OBJ هست یا FVX. بقیه پسفندها رو در ادامه فعلا به درد ما نمیخوره چون پشتیبانی نمیشن. من اینجا پسوند OBJ رو دانلود کردم و وارد برنامه به اسم اکوریگ میشم. برای دانلود این نرم افزار حالا توی اینترنت اگر سرچ کنید اکوریگ، یک نرم افزار کاملا رایگان هست از شرکت رولوژن که کارش این هست که با هوش مصنوعی به راحتی میتونه کاراکترهای شما رو در کمتر از چند دقیقه ریگ کنه. ریگ کردن کاراکترها کاری بسیار زمانبر تخصصی هست، ولی با این امکان میتونید به راحتی در وقت و زمان خودتون صرفه جویی کنید. پس من این برنامه رو دانلود کردم و اجرا کردم. در ابتدا به شما میگه پسوند OBJ یا FVX اون کاراکترتون رو به من بدید. من اینجا کاراکتر هالک رو بهش میدم با پسوند OBJ. اگر یک زمان دیدین چیزی رو نمایش نداد بدونید که روی حالت وایر فریم بوده، احتمالا تکسچرار درست نتونسته لود بکنه. به هر حال به همین راحتی حالا این کاراکتر ما لود شده. یک خط وسط داره که به شما میگه اگر کاراکتر شما عیناً شبیه هم دیگه هستن در دو طرف مرکزیتش کجاست که اینجا دقیق درست خودش تشخیص داده. مرحله بعد رو میزنم. در این مرحله یه سری نقاط رو روی بدن کاراکتر من مشخص کرده و اگر یه جایی ببینید خطا داره اینجا سمت راست مثالش رو هم میذاره، مثلا اینجا سر زانوها هست. اگر بخواید عیناً دو طرف همین کار تکرار بشه شما گزینه سیمتری رو میزنید و گزینه چپ و راستتون تقریبا هماهنگ میشه. من نقطه ها رو بدن دقیقاً سر جای خودشون میذارم، جایی که باید باشه، جای سرشونه مثلا، جاهای مچ دست، حالا با چپ کلیک موس میتونم حالا توی زاویه یک مورد نظرم بچرخم و به همین راحتی جاهای مورد نظر کاراکترم رو مشخص کنم. عنوان مثال اینجا جای سر و گردن درست نیست، اینجا رو من انتخاب کردم و خب سیمتریش هم که فعال بوده. مرحله بعد رو میریم. اینجا از شما میپرسه کاراکتر شما چند انگشت داره. من 5 انگشت رو انتخاب میکنم. اینجا جای انگشتان رو میان مشخص میکنه، تقریبا خودش این رو درست تشخیص داده و نیاز به تغییر خاصی نیست. و چون که دو طرف کاراکتر من شبیه هم هستن میتونید کپی رو بزنید و جای نقاطی که روی دست راست مشخص کردید برای دست چپ هم عیناً تکرار بشه و عیناً تکرار شده و در نهایت فاینالایز کاراکتر رو میزنید، دوباره یک پردازش دیگه رو انجام میده و مرحله نهایی ریگ کردن رو انجام میده. خب توی مرحله میبینید که ریگ به خوبی انجام شده. حالتهای مختلف انیمیشن برای تست هم میتونید ببینید. انگشتان دست رو خوب تشخیص داده و اوکی هست. خب وارد مرحله بعد میشیم و میخواییم که این کاراکتری که ریک شده رو خروجی بگیریم. گزینه اکسپورت رو میزنید.
اکسپورت اف بی اکس رو حتما باید بزنید. اینجا اپلیکیشن یا پلتفرم میخوان ازش استفاده کنید رو من اینجا یونیتی انتخاب میکنم و این چک باکس امبد تکسچر رو هم میزنم که تکسچری که میخواد خروجی بگیره این بافتی که رو بدنش هست رو هم با خودش خروجی بگیره، سایزش هم همون اورجینال باشه و اوکی هست. اکسپورت رو میزنید، محل ذخیره سازی رو انتخاب میکنید. من اینجا قبلا ذخیرهش کردم، هاک ریگ رو من ذخیره کردم با پسوند FVX. وارد برنامه یونیتی میشم. من اینجا یک فولدر ساختم به اسم کاراکتر، فایل FVX هم رو درگ میکنم به این بخش. اگر بخواید کاراکتر رو ببینید در حال حاضر، خب تکسچرات درست لود نشده، میتونید این بخش رو درست کنید. آبجکت مدلم رو انتخاب میکنم، توی قسمت متریال اکسپورت تکسچر رو میزنم، محل ذخیره سازی تکسچر ها رو انتخاب میکنم، اکسپورت متریال رو هم میزنم، همون فایل رو بهش میدم و حالا جایی که مشکل داره رو برطرف میکنم. اینجا بافتی که به هم ریخته به خاطر نوع رندر مودی است که برای متریال هست که اوپک رو من انتخاب میکنم، هم برای بدن هم برای مو و تقریبا درست هست. برای مو میتونه ترانسپرنت باشه، یعنی یه بافت مخفی رو به قول خودش داشته باشه. برای بافت مو میتونه ازش استفاده بکنید و برای بدن هم اگر بخواید متریالش یکم بهتر بکنید بافت متالیکش رو کم و زیاد میکنم. خب اینجا کاراکتر تا حدود آماده شد، لازم متریال و برگردیم روی ریگ. اینجا توی قسمت جنریک عوض میکنه به هامانوید استفاده میکنیم. چرا؟ دلیلش این هست که کاراکتر کریتور فقط با بافت انسانی در حال حاضر داره کار میکنه، برای کاراکترهای انسانی طراحی شده. هامانوید رو انتخاب میکنم، کار خاصی باش ندارم، اپلای رو میزنم و تمام. کاراکتر ما ریگ شده و آماده استفاده هست. توی این پروژه من کاراکتر یه بار دیگه پاک کردم و یک از بخش 3D Object یک کف رو میسازم که مختصاتش هم به صفر تقلیل میدم. اگر متریال نداره میتونید اینجا یک متریال بهش بدید به عنوان تست که کف رو ببینید. توی هایرارکی راست کلیک میزنم، Game Creator، قسمت کاراکتر و پلیر رو انتخاب میکنم. تا اینجا کار خب قبلا انجام دادیم و باش آشنایت داریم، ولی من میخوام که کاراکتر هالک رو جای این ربات استفاده کنم. فایل هالک ریگ رو که قبلا ساختم رو انتخاب میکنم و درگ میکنم این بخش توی قسمت کاراکتر انیماتوری که برای پلیر هست و در نهایت میبینید که به راحتی انجام شده. اینجا مشکل ارتفاع رو داریم، خیلی با سایز اصلی کاراکتر ما اختلاف داره و به جورای همخونی نداره. برای حل این مشکل قسمت مدل، قسمت اسکیل فاکتور رو من اینجا گزینه نیم رو در نظر میگیرم. تقریبا کاراکتر من نصف این ابعاد میتونه باشه. خب اگر خراب شد هیچ مشکلی نداره، برمیگردیم روی پلیر ما، دیفالت کاراکتر رو انتخاب میکنم و یک بار دیگه هالک رو درگ میکنم این بخش و این بار درست شده. اگر دکمه پلی رو بزنم ببینیم چه اتفاقی افتاده. کاراکتر جدید من با قابلیت راه رفتن، دویدن و پریدن به همین راحتی به پروژه‌تون اضافه شده. کافیه که این مراحلی که گفتم رو با دقت و درست انجام بدید. هر نوع کاراکتری رو میتونید به راحتی به پروژه‌تون استفاده کنید.